السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخلاق ما باعث میشه تا جذبیت افراد به دین مقدس اسلام بیشتر و بیشتر شود. هر قدر که ما مسلمان با اخلاق باشیم، هر قدر که ما از اخلاق اسلامی استفاده کنیم، به همان اندازه جذبیت دیگر افراد به دین مقدس اسلام بیشتر می شود. قرآن کریم درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما یک سرمشق نیکوست، یک نمونه اخلاق است، ما باید از اخلاق او استفاده کنیم. او چگونه اخلاق داشت که اینقدر انسان ها جذب می شدن به دین مقدس اسلام؟ هر کسی که یک بار او را می دید جذب اخلاقش می شد. پس ما چگونه مسلمان هستیم که اخلاق خوبی ها و ارزش ها در دین ما وجود داره و ما در جستجوی دیگران هستیم؟ هر قدر مسلمان با اخلاق تر شود، امان قدر جذبیت دین اسلام بیشتر میشه. اما متاسفانه که انسان ها، مسلمان ها از اخلاق اسلامی دور ماندن. هر قدر مسلمان بد اخلاق میشه، به همان اندازه جامعه اسلامی تباه میشه، به همان اندازه کفار پیروز میشه، به همان اندازه جذبیت مردم به دین مقدس اسلام کم میشه. چون انسان ها اکثرا مسلمان ها را میبینن که تلاش میکنن، مطالعه کنن درباره اسلام و دین بپذیرن، اما اکثر مسلمان ها باعث ازی میشه چون بعضی انسان ها تحقیق نمیکنن. وقتی که میبینن یک انسان مسلمان اخلاق درست نداره، اونا کوشش نمیکنن درباره دین اسلام تحقیق کنن و کوشش کنن و جذب شوند در دین اسلام بیاین، چرا که اینا امو مسلمان را دیدن که اخلاق درست نداشته. بنابراین هر کدام ما مسلمان ها باید یک نمونه از اخلاق باشیم تا دیگران را به طرف دین خود جذب کنیم، تا دیگران را به طرف خوبی ها جذب کنیم، تا دیگران را به طرف نیکی ها جذب کنیم. ببینین افغانای ما الحمدلله در هر گوشه جهان فعلا زندگی میکنن، مسافر شدن در هر گوشه جهان، استرالیا، آمریکا، اروپا. اما تعداد زیاد افغانهای ما اخلاق و ارزش های اسلامی را فراموش کردند در این کشورها که رفتن. اکثرا آنچه که در فامیل تربیه شده بودند، اما تربیه فامیل خود را فراموش کردند. بجای این که اینا نمونه اخلاق باشند، نمونه اسلام باشند، نمونه ازی باشند که دین اسلام و دیگه کشورها به مردم برسانن، اینا باعث بدنامگی خود شدن، باعث بدنامگی اسلام شدن. چرا؟ چرا که اینا هیچ فکر ندارن، عقل شعور خود در کار نمیندازن که ما با چه خاطر خلق شدیم. بعضی خواهرها و برادرای ما که در بعضی کشورها رفتن، الحمدلله نمونه های بسیار خوبی هم داریم از اخلاقشان، از دینداریشان. کسایی بودن اگر در افغانستان شاید دینشان با او اندازه که در این کشورها شاید افغانستان نبوده باشه، اخلاقشان، دینشان، خدمت به دینشان. اما تعدادی هم هستن که از ارزش های اسلامی، از اخلاق اسلامی، از اخلاق انسانی خود دور ساختن. ما به این خواهرای برادرای خود یک نظر دارم، یک نصیحت خواهرانه دارم
که شما برگردین، دین خدا مطالعه کنین، ارزش های دین خدا بخونین، بالای دین خود فکر کنین که آیا تو خواهر و برادری که امروز امریکا رفتی، استرالیا رفتی، اروپا رفتی، آیا دین تو بر تو اجازه میده تو از اخلاق انسانیت و اسلامیت دور شوی و در اخلاق ارزه و بی‌معنا گیر بیایی؟ اما خواهر و برادرای ما که باعث از این میشن تا یک خواهر برادر دیگه شان دعوت شوه به دین اسلام بیایه، ما افتخار میکنیم بالایشان. که نمونه مثالش یکی از برادرای ما که در کشور سویدن هستن درس میخوانن، اینا از امو اخلاق و رویه و روشی که در پنتون داشتن یک دختر عیسوی مسلمان میشه از اخلاق از برادر ما. چون یکی از روزهای برادر ما یک حیوانی را نجات میده از دم و مرگ و این دختر وقتی که میبینه ای اخلاق ای روش از ای برادر ما را، میای در بارش پرسان میکنه، میگه اسمت چی است؟ ای اخلاق رویه را که خودت داری هیچ کسی در پنتون نداره. باز ای برادر ما میگه که اسم من محمد است، مسلمان استم. باز دختر میگه که من میخوایم در باره اسلام تحقیق کنم که چه رقم دین است که من هم این دین بپذیرم. بازی برادر ما یک قرآن با ترجمه برش میده، میگه این کتاب ماست، ایره بخون. او خواهر ما کتاب مطالعه میکنه، میخونه، حقانیت دین اسلام درک میکنه و مسلمان میشه. از چی مسلمان میشه؟ از اخلاق و رویه و رفتار یک مسلمان. بنان هر کدام ما باید نمونه باشیم، هر کدام ما نمونه از اخلاق باشیم، نمونه از تقوا باشیم، نمونه از حیا باشیم. یک مسلمان که خداوند پاک برش ارزش داده، یک زن یک پروردگار برش ارزش داره، ارزش داده که او با حجاب باشه، با اخلاق باشه. چطور تو یک خواهر مسلمان ارزش یک پروردگار بر تو داده، حجاب توست، وقتی تو در کشور دیگران میری، وقتی تو مسافر میشی، امریکا میری، اروپا میری، استرالیا میری، تو حجاب تا سر دور میکنی. با این ماناست تو ارزش خوش نداری. تو خوش داری خدا بی ارزش بسازی. بنان ما باید ارزش ها و اخلاقی که در داخل چوکات اسلام است امو را حفظ کنیم. وقتی ما خود ما پیرو دین خود نباشیم، ما خود ما از دین خود پیروی نکنیم، از اخلاق ارزش دین خود ما پیروی نکنیم، پس ما چی توقع داریم که دیگران بیاین مسلمان شوند یا دیگران را چگونه دعوت کنیم؟ باز بعضی را پرسان که مسلمان هستی؟ میگه بله یا الحمدلله مسلمان هستیم، از پدر کلان مسلمان هستیم. خب شکر الحمدلله که از پدر کلان شما مسلمان هستید. خب باز درباره اسلام که پرسان که بخوای مثلا این رفتارت مطابق اسلام نیست، این کارت مطابق اسلام نیست، باز میگه اسلام خب سخت گفته در این باره، خب من نمیتونم قدر عمل کنم به اسلام. خدا این باره تو نمیتونی عمل کنی در اسلام، در او باره تو نمیتونی عمل کنی در اسلام، باز چگونه نامت مسلمان ماندی؟ باز که بگو مسلمان استی، میگه الحمدلله مسلمان استم. حداقل بگو کوشش میکنم در آینده انشالله عمل کنم، تا فعلا نتانستیم خداوند مرا ببخشه. حداقل یک دلیل نگو که نمیتونم، هیچ چیزی بر نمیتونم نمیشه. هیچ چیز را اسلام بر ما و شما سخت نگفته، چیزی را گفته که به فایده من توست، چیزی که با نفع ما توست او را اسلام گفته اینی کار با نفع است، اینی کار را بکن. از چیزی که اسلام من تو را منع کرده او به ضرر ما بوده که منع کرده. اگر به ضرر ما نمی بود پروردگار هیچ چیز منع نمی کرد. اگر میگه شراب ننوش، این خلاف اخلاق انسانیت انسانی است. یک انسان اگر شراب بخوره عقلش از دست میده، نفر قتل میکنه، یک کار فحشای دیگر انجام میده، از خود بی خود میشه، اخلاق ارزش از دست میده. با
پس پروردگار خوش نداره که یک انسان مسلمان به او سویه برسه. بنان موتره منه کرده. گفته تو مسلمان هستی، اخلاق داری، ارزش داری، انسان هستی. تو از این دوری که، این به ضررت است. اگر او به فایده ما می بود، چرا منه می کرد؟ بنان ما باید درک کنیم. هر چیز را که اسلام بر ما گفته، به نفع ماست. مشکل در کجاست؟ ما هیچ فکر نداریم. عقل خود در کار نمیندازیم در هر مورد که ما فکر کنیم اسلام کی را منع کرده در یک حکمتی است. اگر حکمتی نمی داشت، منع نمی کرد. اسلام دین اخلاق است، دین تقوی است، دین محبت، دین صلح، دین اخوت، برابری، رحمت. تمام احکام، تمام چیزها، تمام راه و روش زندگی رو بر ما یاد داده که ما چی کنیم، در مجلس میریم چی کنیم، در مسجد میریم آدابش چیز، در خانه با بزرگان چه رقم رفتار داشته باشیم. کل چیز بر ما آموخته، اما کیست که عمل کنه؟ اگر ما واقعا اسلام چنگ بزنیم، به تمام احکام اسلام عمل کنیم، باور کنین اقدر زندگی خوش با سعادت می داشته باشیم که جای بر ناسپاسی و ناشکری باقی نمی ماند. این ماستیم که عمل نداریم، دور شده رفتیم، به خود سخت ساختیم. ای را سخت گفته و ای سخت است، ده ای جنب من نمیتونم عمل کنم، ده ای جنب من نمیتونم عمل کنم، این مشکل است. خب وقتی که اینا را ما خود ما بر خود سخت ساختیم، آهسته آهسته گناه کیست؟ گناه خود ماست. بنان خواهران برادران مسلمانم، خواهران برادران عزیزم، خواهران برادران متدینم، بیاین چنگ بزنیم به اسلام. بیاین خود با اخلاق اسلام آراسته بسازیم، با ارزش های اسلامی خود را آراسته بسازیم، با چیزی آراسته باشیم که اسلام بر ما گفته و اسلام دوست داره. بیاین ما یک دلیور واقعی باشیم. مثالی که دکتر صاحب زاکرنایک ارائه کردن، یک شخصی پرسیده بود که مسلمان ها درست نیستن، با اسلام درست عمل نمی کنن. دکتر صاحب زاکرنایک یک مثال بسیار زیبایی را ارائه کردن که وقتی یک موتر بسیار زیبایی 0 کیلومتر موتر که نو جور شده باشه، او را شما کلیش به یک دریور میتین که او دریوری را یاد نداره، این موتر را خراب کنه، دریوری درست نکنه، در اینجا گناه دریور است یا از موتر؟ معلوم دار گناه دریور است. وقتی که ما مسلمان واقعی نمیشیم، عمل ما با اسلام درست نبی باشه، اخلاق ما اسلامی نیست، پس در اینجا گناه ماست نه گناه اسلام. بنان ما کوشش کنیم خود استفاده کنیم از اسلام. وقتی که ما اخلاق ما مطابق اسلام بود، دیگران اخلاق ما را دیدن، کوشش میکنن مطالعه کنن و اسلام را درک کنن. اگر نه، ما رفتار درست نداشتیم، ما اخلاق درست نداشتیم، پس از دیگران هم توقع نداشته باشیم که دیگران مسلمان شوند، که دیگران بیاین به دین اسلام. بله بنان خواهران عزیز، برادران عزیز، متدینم، چند لحظه خواستم در این مورد صحبت کنم. امیدوار هستم باعث از این نشده باشم که وقت شما را گرفته باشم. امیتان به خداوند پاک می سپارم. جزاکم الله خیرا کثیرا.